درباره کودتا پرسیدید که دوباره بگم، چشم به شما خواهم گفت. مصدق السلطنه مجلس 17 رو که خودش معتقد بود که این بهترین مجلسی است و بهترین نمایندگانی است که انتخاب شده، چون با حقه و کلک کاری کرده بود که فقط نمایندگان تهران باشن و شهرهای دیگه نباشه، این مجلس رو خوب میدونست اول. بعد که اومد یه اختیارات 6 ماهه گرفت، پس از اون یک اختیارات 1 ساله و کارهایی کرد که همون نمایندگانی که دوستان نزدیکش بودن بهش اعتراض کردن، همون وزرایی که حتی بستگان خودش بودن مثل دکتر علی امینی بهش اعتراض کردند، اومد مجلس رو تعطیل کرد. همون قانون اساسی مشروطه‌ای را که شما میگید شاهنشاهان پهلوی بهش اهمیت نمیدادن یا مطابقش رفتار نمیکردن، قانون رو زیر پا میذاشتن، ولی مصدق رو رعایت میکرد، مصدق همون قانون رو زیر پا گذاشت. نخست وزیر حق انحلال مجلس رو نداره، قانون اساسی چنین اختیاری رو به نخست وزیر نداده. مصدق السلطنه چون قصد داشت که کودتا کنه بر علیه سلسله پهلوی، اصرار میکرد که وزارت جنگ یا وزارت دفاع رو هم در اختیار بگیره. گفتم این کاری که بختیار کرد. اگر بختیار اختیار نیروهای ارتش شاهنشاهی رو در دست نگرفته بود، 22 بهمنی به وجود نمی اومد. ارتشی که منظم و منضبط بود باید از فرمانده دستور بگیره. فرمانده هم اون موقع شده بود بختیار، و همین موقع هم فرمانده شده بود مصدق السلطنه. تیمسار ریاهی هم گذاشته بود در اونجا و از یه طرف مجلس رو تعطیل کرد، مجلسی رو که میگفت بهترین مجلسه، میگفت بهترین دوره نمایندگی است، همون رو خودش تعطیل کرد. یه رفراندوم قلابی گذاشت، رفراندومی که میگفت 155 هزار نفر رأی دادن که این مجلس منحل بشه، که حق اون اصلا نبود. همه این دستورات رو مطابق قانون اساسی باعث شاه میداد. و بعد در روز 28 مرداد ما اون 155 هزاری که رأی دادن به نفع مصدق کجا بودن؟ به قول طرفداران مصدق فقط 2300 نفر اراذل اوباش اومدن یک حکومت مردمی رو که مردم پشتیبانش بودن سرنگون کردند. پس یاران مصدق کجا بودن؟ طرفداران مصدق کجا بودن؟ مصدق السلطنه علتی که من میگم کودتا کرد در 25 مرداد ما این بود که اگر راست میگفت، چرا از طریق رادیو که در اختیارش بود به مردم اعلام نکرد که مردم، شاهنشاه آریامهر منو از نخست وزیری عزل کرده، تیمسار زاهدی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کرده، من این حکم رو قبول ندارم، من نخست وزیر شما هستم. چرا اجازه نداد که مردم این رو بشنون؟ به دروغ به مردم گفت که تیمسار زاهدی کودتا کرده، در حالی که خودش کودتا کرده بود. کسی که پایگاه مردمی داره، کسی که مردم هوادارش هستند، چگونه است که چنین شخصی نمیاد با مردم رو راست صحبت کنه؟ این راحت ترینه، به خردتون گفتم مراجعه کنید، به این اندیشه کنید که اگر مردم میدانستند که مصدق بر علیه شاه است و باز ازش پشتیبانی میکردند، یا مصدق مطمئن بود که مردم اون رو بدون شاه میپذیرند، اعلام میکرد در رادیو. سکوت مصدق و اینکه چیزی نگفت نشان دهنده اینه که مردم شاه رو میخواستن اول، اگرم مصدق رو میخواستن به عنوان نخست وزیر شاه میخواستن، همان گونه که اگه بختیار رو میخواستن به عنوان نخست وزیر شاه میخواستن. وقتی دیدن داره مجسمه های شاهنشاهان پهلوی پایین کشته میشه، اون وقت فهمیدن. وقتی خبر رو در روز 28 مرداد ما از رادیوهای بیگانه شنیدن که شاهنشاه آریامهر مصدق السلطنه رو عزل کرده، به خیابان ها ریختن. و گفتم اون یک رستاخیز ملی بود. در اون رستاخیز از نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا
تا نیروهای ارتش شاهنشاهی، تا پلیس، تا مردم، تا بازاری، تا کارمند، همه دخالت داشتن. مردمی که فهمیده بودن نخست وزیر تیمسار زاهدی است و مصدق السلطنه دیگه نخست وزیر نیست، چون زمان برنامه پایان پذیرفته به امید پیروزی و رهایی ایران از چنگال دشمنان و بداندیشان ایران.